با سلام و درود فراوان خدمت شما همراهان عزیز کانال خوشمزه. امروز میخوام دمی بلغور رو درست کنم که بسیار لذیذ و خوشمزه و آسان است. با ما همراه باشید. میزان مواد لازم گوجه نگینی خرد شده و پیاز نگینی خرد شده هستش که من از قبل آماده کردم، رب، زردچوبه، نمک و فلفل، آب قلم یا آب مرغ یا به جاش میتونید حالا آب اگه استفاده کنید اگه معادلش باشه و روغن یا کره، برنج و بلغور. خب ابتدا من روغن رو ریختم و پیازا رو داخلش دادم برام سرخ کنم که حالت ببینید سبک شد، نمیخوام خیلی سرخ بشه. زردچوبه و اون فلفل سیاه و قرمزی که داشتم رو بهش اضافه میکنم. حدود 30 ثانیه که شد گوجه رو که خرد کردیم رو بهش اضافه میکنیم و چون حرارت گاز زیاد هست حدود 1 دقیقه گوجه ها بمونه و پس نکنید خود حالت پوست و گوش تقریبا جدا میشه و بعد رب رو بهش اضافه میکنید. بعد از اینکه رب رو اضافه کردیم 1 دقیقه با رب اینو مایه تفتش میدیم و نمک رو اضافه کنیم که میزان نمک هم بستگی به خودتون داره که چه میزان بخواید نمک داشته باشه غذاتون. الان من اون آب قلم رو دارم بهش اضافه میکنم و 1 لیوانم آب. خب حالا درشو میذارم تا به جوش بیاد. یا کنه یعنی کاملا داره پلاخ پلاخ میکنه و جوش اومده. حالا من برنجی که از قبل شستم رو آبش رو گرفتم و اضافه میکنم بهش. میزان آبی که براتون گفتم این بستگی به نوع برنج و حتی نوع بلغور هم داره. هر کس برنج خونه رو به هر حال میدونید که آبش چند اندازه باشه، اینو باید خیلی دقت کنید چون دمی هست، اگر آبش زیاد بشه خیلی نرم میشه، پس اینو باید حواستون باشه. بعد از اینکه با برنج جوش خورد همون که در تصویر داره میبینید من بلغور رو بهش اضافه میکنم. الان چون من بلغور رو اضافه کردم ما بقیه آب رو الان اضافه میکنم. آب رو کم کم اضافه میکنم که هم به اصطلاح شوک وارد میشه برنجمون خیلی نرم نشه و هم آب اندازه بشه. درشو میذاریم تا به جوش بیاد. ببینید الان دیگه آبش تقریبا کشیده شده. اگه دقت کنیم آبش به اندازه هستش و حالت دونه. یه مقدار روغن اضافه میکنیم بهش که دیگه این رو دوباره مجددا یه همین میزنیم و دم کنیم میذاریم که دم بکشه مثل برنجای دیگه. عزیزان اینم از دمی بلغور ما که من با یه مقدار هویج سرخ شده روش رو تزیین کردم و در کنارش یک سالاد شیرازی. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید. لطفا اگه از کانال ما خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید و کانال ما رو به دیگر دوستانتون معرفی کنید. اگر سوال دارید کامنت میذارید حتما پاسخگو خواهم بود. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.